حالا شده که دوسته توی مهد، مدرسه یا هر جای دیگه ای نخواد غذاشو با تو تقسیم کنه؟ چه حسی داشتی؟ یا تا حالا شده که نخوای غذاتو با کسی تقسیم کنی؟ به کتاب خونه فیکولند خوش اومدید. امروز میخوام براتون یه کتاب بخونم در مورد دو تا سنجاب خیلی خیلی شکمو که حاضر نمیشدن میوه کاجی که پیدا کردن رو با همدیگه تقسیم کنن. بریم تو کتاب تا ببینیم این میوه کاج به کدومشون میرسه. کتاب سنجاب ها وارد میشود. توی یه جنگل بزرگ تو روزای آخر تابستون نسیمی خنک در علفزار سبز میوزید. پاییز در راه بود و آسمان کم کم قرمز می شد. خواب‌آلودترین حیوان‌های جنگلم داشتن برای خواب زمستونی آماده می شدن. در یکی از همین روزها سنجاب کوچولویی که همه اونو سایریل بیخیال صدا می زدن روی درخت تاب بازی می کرد. حالا دیگه همه اهالی جنگل برای فصل سرما، قارچ و دونه جمع کردن آماده شده بودن. انباراشون رو پر کرده بودن تا برای زمستونی که میرسید غذای کافی داشته باشن. سایریل فقط به الان و همین لحظه فکر میکرد. کل سال ماجراجویی میکرد و خوش میگذرون. برای همین توی انبارش هیچ آذوقه‌ای باقی نمونده بود. حتی یه لقمه غذا هم نداشت. ولی صبر کن ببینم. اونجا رو ببین، اون طرف یه میوه کاج تک و تنها افتاده بود. سایریل از خوشحالی جیغ کشید، چون که این واقعا آخرین میوه کاج فصل بود. اما سایریل که تنها نبود، انگار یه سنجاب گرسنه دیگه هم اون دوروبر جایزه رو هدف گرفته بود. بله، بروس آینده نگر. بروس با کلی سختی یک کوه آذوقه جمع کرده بود، اما به نظرش باز یک میوه کاج دیگه کم داشت. او توی دلش آن میوه کاج تازه و آبدار رو آرزو میکرد و میگفت من باید به دستش بیارم. همین که سایریل شروع کرد به دویدن، بروس هم برای به دست آوردن آخرین میوه کاج از جا پرید و راه افتاد. اونا با عجله دویدن و بدون اینکه لحظه وقت تلف کنن به تنه درخت پنجه کشیدن و مثل موشک بالا رفتن. اما عجله و دستپاچگیشون باعث شد شاخه درخت تکون بخوره و میوه بلرزه و بعد میوه کاج افتاد پایین. سنجاب ها مثل برق دنبال میوه کاج دویدن. این شروع یک مسابقه دانه‌ای در جنگل بود. سایریل داد زد مال من است. بروس فریاد کشید نه، مال خودمه. تو هیچ شانسی نداری، بیخیال شو، تلاشت بیفایده است. سایریل داد زد من گرسنه‌ام، این میوه مال تو نیست. بروس فریاد زد جلو نیا، این میوه باید توی انبار من باشه. این میوه افتاد لای بوته ها و توی هوا به پرواز در اومد. بنگ خورد روی دماغ آقا خرسه که خواب بود. روی تخت سنگ بالا و پایین پرید و بعدش ایستاد. تلو تلو خورد و لغزید و این طرف و اون طرف رفت. تالاب سنجاب ها باز دویدن دنبال میوه کاج. اوه، سرعت آب خیلی زیاد بود. آیا اونا بالاخره میفهمیدن که به کمک هم نیاز دارن؟ ولی خب هر دو میخواستن هر طوری که شده برنده بشن. برای همین اصلا متوجه نشدن پرنده ای داشت به رودخونه نزدیک میشد. سایریل و بروس با ناامیدی میوهشون رو تماشا کردن که داشت توی آسمون دورتر و دورتر میشد. سایریل فریاد زد برگرد. بروس داد زد دونه مال منه. ولی دیگر امیدی نبود. این کارها فایده ای نداشت. همون موقع جریان آب داشت اونا رو به لبه آبشار میرسوند. شکمو بودنشون اونا رو به لبه آبشار کشیده بود. سایریل و بروس سقوط کردن. اونا داشتن به خاطر خودخواهیشون تنبیه میشدن. دیگه شانس با هم بودن و تقسیم کردن میوه رو از دست داده بودن. آیا امیدشون به همین راحتی ناامید شده بود؟
جریان آب اونا رو با بدن کوفته و گلی به سمت خشکی کشوند تا اینکه سایهیل با دست لرزونش شاخه درختی رو توی هوا قاپید. با دست دیگرش بروس رو گرفت. به هن و هن افتاده بود و نفسش بالا نمی اومد. نفس نفس زنان بروس رو به یک جای امن کشوند. اونا به آسمون زل زده و به فکر فرو رفته بودن. تا اینکه بروس به سایریل نگاه کرد و پپکی زد زیر خنده. با خنده گفت چقدر ما خنگیم و ادامه داد. چقدر شکمو بودم. باید از امروز تغییر کنیم. نباید دیگه با هم دعوا کنیم. اصلا بیا برای اینکه آشتی کردیم جشن بگیریم. از اون روز به بعد اونا دوستای خیلی خیلی خوبی برای هم شدن و فهمیدن که میتونن همه چیزو با هم دیگه تقسیم کنن. بله، سایریل و بروز بالاخره فهمیدن که خنده و شادی بهترین چیزیه که میتونی با دوستت تقسیم کنی. اگه این کتابو دوست داشتین حتما کانال فیکولند رو دنبال کنید. خدا نگهدار.